24 ساعته خواهند داشت اینجا. ببین این الان داره میره سمت پاکستان، پاکستان چیزی. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید. سلام بر بکس، خوش اومدید. اومدیم بریم به سراغ یه ویدیو دیگر، یک پروژه دیگر، یک بند آب دیگر، یه بند و یه چی بگیم، بند برق و آب دیگر. تمومی نداره این بند تو آجی آخرستان. در کنار اینکه بند درست میکنن سسود آبم میزنن، آبیام آب، در کنار بند آب سسود یه بند یه دونه چیزام میزنن، ژنراتور هم میندازن، میگن آقا شما که داری میری تشریف میبری اونورا اونور، از این وسط آروم آروم داری میری، یه برقم به ما بده دیگه. بله دیگه، بریم ببینیم که افغانستان استفاده بهینه و با این کارش افغانستان میخواد، حالا جوری که میگم میخواد مثلا جور آبی که به همسایه‌ها خیلی رایگان میره رو بگیره، که بخصوص خیلی روی پاکستان مانور دارن و پنجاب. بریم با همگی ببینیم. دمتون گرم از کانال 34 افغانستان، لینک ویدیو داخل دیسکریپشن و حتما حمایت کنید بچه‌ها. بریم ببینیم که چه خبره. لایک و سابسکرایب رو بکوبید و زنگوله استوری رو دوست داشتید بزنید. لتس گو، بریم ببینیم که چه جوری است. بریم. همون که اومده بود ایران، هر بار میبینم میگم آجی چه بند آبی، نگاه کن بند آب نیست که، سد دیگه. آجی اینجا رو دیده بودیم اصلا ما تو حالا. چه سمت پنجابه، چقدر بزرگه این. بعد حاجی صد کرج اینقدر نیست، دریا هم آخه نداره، همه جا نه این صد در دارم میگم چقدر نه بعد دو طرفش هم آبه، مگه نه بعد یه طرف آب نه باشه. این پلی که هست داره پله این. آره دیگه، من فکر کردم این خود صد. نه این ورشه دیگه حاجی. تو ازبکستان دیدی که صد خراب شد، کل یه دو تا روستای ازبکستان رفت زیر آب، کلا سوراخ شد، یارو وایساده بود زیر سوراخ شد صد ترکی. بعد حاجی اینجوری گردبادی میرفت، فکر کنم مثلا این صده آره دیگه بچه، مثلا این صد بود اینجا گرداب گرداب سوراخ سوراخ بود، حاجی گرداب اینجوری میرفت یک وحشتناک بود. نگاه پلکانی هم درست کردن که موجو بگیرن. این کوه ها خدا ببین چی گذاشته، خیلی بزرگی آقا. این بنده یعنی طبیعی، این طبیعی اسم میکنم آجی، طبیعیه دیگه. نه ببین از بالا کوه ها می آجی، آخه بس چجوری از کجا میاد، از بالا کوه برف میساخه. خدا شکر آب هست حالا. ولی قشنگ بچه افغانستان با این همه آبی که ما داریم میبینیم قشنگ هم از آب بی نیاز میشه، از صد غیر از برق هم آب هم میکشن دیگه برای استفاده. بعد مثلا من روستا مستا ول میدم میره واسه روستاهایی که کنار این صده، واسه مثلا اون حاصلاشون دیگه، چون اونجا رو بستن دیگه آبی نیست که بره برای حاصلاشون، ول میدم میره اونجا که اونا آبیاری کنن دیگه. بچه نمیدونم حالا اصلا من تو ایران اینقدر دیدی تو باشه؟ صد زیاد داریم ما تو ایرانم آخه، اینقدر نه نه تو ایرانم صدشون اینجوری برای ما صدا مثلا کم عمق‌تر نسبت. آره کوچیک، این صد نیست فکر کنم آجی، همینجوری داریم میاد دیگه و این ادامهش تموم هم نمیشه که داره میاد. بشر نگاه افتاده دنبال آب میگرده، آب و انتقال میده میبره یه جا دیگه. خب میدونه از اون هم برقشو داره استفاده میکنه، هم آشامیدنی استفاده میکنه. اینا دیگه تصفیه خونهش هم هست، تا جنراتوراشه موتوراشه آه برای برق بود. آخه اینا رو باید ببینن بعضی ها، در کنار افغانستان این... چه چیزایی داره در کنار این جنراتورا اینجوری که میذارن برای تولید برق، در کنارش یه تصفیه خونه هم میزنن برای تولید آب، لوله کشی میکنن با لوله های بزرگ میفرستن برای شهرهای اون منطقه دیگه. چون یه آب از کجا بیاره داخل شهر، مگه آب چاه نمیزنن که، یه از همینا استفاده میکنن میره دیگه، میره و اون میگن که حالا نمیدونم دیگه صحت داره اینو، ولی تو تهران هست که میگن گذاشتن این در آب فاضلابی که برمیگرده میره تهران تصفیه خونه، بعد از فکر کنم 9 تا تصفیه برمیگرده واسه وسط آب شهری. آره باید همین کارو کنن وگرنه آب تموم اروپا میشه. که همینجوری میکنن
نگاه چی؟ این آب ادامه داره داره میاد دیگه. جاتوالی د برق چراغلی لنی دادی که تحقو دای وازنه یو داسی ولی کار میکنن دیگه آجی. شبکه طولو تیارتیه، شبکه های همه هستن. انشاءالله همه هوایجه ملت شریف هلمند هلمند قندهار و ولایت هایی که در این آجی من الان مثلا من تو گوگل بزنم بند هلمند بعد همین باشه دیگه. خب بچه این گوگل الان ما الان میتونیم از تو ویکی‌پدیا اطلاعات کسب کنیم. ببینیم چیزی اطلاعات داره. ببین آره کجکی 938 متر نسبت به سطح دریا ارتفاع دارد. حالا چیز مهمی نیست، این بلندیشو زده و گنبست. اینجاست ببین. آره حاجی قشنگ نزدیکی پاکستانه. آره دیگه به ایران هم نزدیکه. ببینی کجاست دقیقاً. آره بولسواری کجکی و ولایت هلمند میشه. حاجی نگاه کن تو آبو، نگاه کن سبزی آبو چقدر ترسناکه. اون صد دست دیگه اسمم اینجا وایساده بودن. آره اینجا وایساده بودن آره از اینجا اومدن اینجا وایساده بودن عکس آره. گرفتن اون برای اینکه ببین آخه الان اون کجا داره میره؟ کی اون آب میره برای پاکستان، اونجا رو میخوام ببندن. آها ببین اون سد دیگه، خب سد است اونجا، این الان بازه داره میره اونور، هم داره اینور میره هم داره اونور میره. نمیدونم بذار ببینیم چه خبره بچه. اینجا هم جوار هستن، برق 24 ساعته خواهند داشت انشاءالله. ببین این الان داره میره سمت پاکستان، پاکستانی چیزی آجی چون اینجا بازه از اون آجی این آب هم... یعنی الان یه سوال، الان میگه برق 24 ساعته داشته باشه مردم منطقه هلمند. آره دیگه یعنی الان ما تو افغانستان برق 24 ساعته نداریم. پس چرا بعضی جا قطع میشه؟ الان تو خود کرج هم از هر 3-4 روز یه بار تو منطقه ما برق میره. نه اصلا من میره. نه من الان قشنگ بالای 8 ماه بعد اصلا وسط ویدیو بچه وسط داشته ویدیو رکورد میکردم یهو دیگه سیاه شد تو یکی از ویدیوها گذاشتم دیگه، گفتم بچه برق رفت و بره برای خدافظی. نه قشا 8 ماه برق نرفته اینجا مال ما. بعضی مناطقو میبرن دیگه کم میاره. اون مشکل منطقه ایه، مشکل کشوری نیست که. ببینه اینو اینجا رو میخوام ببندم. اینجا یه پل صد تا بزنم. یه صد بزنم چون ویل همینجور آب داره میره، داره میره سمت پاکستان. ببین چی داره این بچه، آدم نگاه میکنه چی نیست. آره ولی جلس انگار. ولی ببین زمانی میفهمی آب چیه که تشنت میشه، یعنی اون موقع است که میفهمی که آب مایع حیات هست. شما گشنگی رو میتونی تحمل کنی ولی تشنگی رو هیچ عنوان واقعا نمیشه. عجب موزیک هم گذاشته بود، خیلی مرموز موزیک. آره خب بیان نه ورز به ترکیه، به ترکیه به ملک همکاری بانینن در دیمون به ترکیه در کم جاتوالی در برک چرا غلی چننی دادی که تحبو دای وازنه یو داسی غط پروژه ده یا غط کاری در افغانستان در ملت پاره. آه برای ملت هم خونده نیوازی ده هلمن محترم و مجاهدین و عوام و لسته آجه چی؟ عملا بچه حقش باشه باید ببنده دیگه. من نمیتونم بگم که میتونم بگم مثلا آقا بین دو تفاهمی بوده یا نه دیگه. قراردادی اگر داشته باشم مثلا میگه آقا من در سال برات مثلا مثال 100 هزار متر مکعب آب میدم دیگه، خب میاد 100 تو میزنه در سال نسبت به اندازش میگه آقا 100 مثلا آقا 100 لیتر مکعب 100 هزار لیتر میخوام بدم دیگه. هر سال مثلا آقا مثلا هر ماه 200 لیتر میدم مثلا، تقسیم کنن دیگه اینجوری تقسیم کنه تا ببین دو تا کشور آسیب نمیده. اون مرزی که اونجا هستش، اون روستا موستا همه به چخ میرن دیگه. آره دیگه در افغانستان ان شاء الله در کوچ پر آجه عصبانی صحبت داره میکنه. آه برای اقتصادی کشور همه چی تأثیر میذاره دیگه. چه جنراتور لایی 100 مگاوات برق اضافی را در اینجا افتتاح میکنیم. 100 مگاوات 151 مگاوات برق میشود انشاءالله. همه هوایج ملت شریف هلمند اروزگان قندهار و ولایت هایی که در اینجا همجوار هستند. ببین بچه هرچی ولایت دور هلمنده رو قشنگ پوشش میده.
150 مگاوات. ولی این چیزی که گفت احتمالا خود هلمند رو جواب بده. نه دیگه گفت 150. گفت در ادامه انشالله یه جوری باشه قنده ها رو همه رو دست برد. ولی 150 مگاوات بخش خیلی ها. چقدر بر؟ 150. چی مگاوات گفتیه؟ مگابایت. مگابایت نیستش که. مگابایت گفت ها. مگاوات. مگاوات ببخشید داره مگاوات. وات دیگه منظورم. و ولایت هایی که در اینجا همجوار هستن برق 24 ساعته خواهند داشت انشاءالله. انشاءالله پولیسی مو یو داشت مرحله تورشی رو چی دی حکومتداری مرحله دا آن تو مرحله نشرعن هم دی اسلامی نظام یا دی حکومت پر جوریگی. من متوجه نمیشم دی ملت حق استون دی اقتصادی یه سونگه حق مردم حق ملت از این اقتصاد که آقا اقتصادی خوبی باشه مثلا اقتصادی باشه دیگه. آره دیگه شما اولیه رو مترجم میشده موقع که اول صحب میکنی ایشون اصلا مترجم نمیشده. آره فقط اقتصادش و مردمش رو اینجا دوست دارم. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید نظرتون رو بگید. ولی خب کلا بچه‌ها بعضیا خیلی احساسی برخورد می‌کنن مثلا میگن بگیرید ببندید آبو ببندید اونجوری کنید اینجوری نیست بالاخره مثلا مسئولین قواعد دارید آره یه مسئولین مثلا امارت اسلامی هم اونا میرن بالاخره جلو میبینن آقا ما چیزی داریم وسط پاکستان چیزی اینا باید یه سی هست این وسط یه زد و بندی شاید قبلا کرده آره، گفت آقا نمیشه. من به تو مثلا انت من پول میدم آقا بر من مثلا 10 سال باید قرارداد بستی یا مثلا یه جا مثلا با تو یه چیزو تامین کردم ولی بس خوبه افغانستان اینقدر آب داره دمش گرم باجی هر جوری میبینی همش آب سد بنده همش آره. آب بعد آب مصنوعی دیگه اینقدر آب زیاده لوله کشی میکنه میارن این بعد آره دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید لایک و سابسکرایب زنگوله ایستا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.